سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجای این جهان که هستید و به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم در ساعت 8:30 تهران، 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن بارانی با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو. در این شماره از تفسیر خبر نگاهی میاندازیم به عرصه سیاسی داخلی ایران و آنچه را که به ایران و مردم ایران مربوط می شود، بر محور این پرسش که آیا اصلاحات در حکومت ایران، در نظام ولایت فقیه جمهوری اسلامی، آیا امکان پذیر است یا خیر؟ تفاوتهایی که دولت حسن روحانی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، با دولت محمود احمدی نژاد، دکتر محمود احمدی نژاد دارند. آنان که امید به اصلاحات در این حکومت بستند، آیا چشم‌اندازی واقعی در برابر خود دارند؟ آنان که منتقد این روند هستند و امیدی به اصلاحات ندارند چه میگویند؟ با من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر آقای حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ آلمان، و در استودیو با من و شما هستند برای نخستین بار آقای بهروز قاسمی، فعال سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای شریعت‌مداری عزیز سلام به شما. منم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان و شنوندگان شما. آقای بهروز قاسمی با ما هستن، بینندگان گرامی، برای نخستین بار هست همونطور که اشاره کردم در عرصه سیاسی فعالیت میکنند. مدتی است که کشور رو ترک کردن، در انگلستان هستند و همچنان فعالیتاشون در این زمینه ادامه داره. به اتفاق شما خوش آمد میگیم به ایشون و سلام به شما. با سلام خدمت شما، مهمون محترم شما جناب شریعت‌مداری، خیلی خوشحالم در خدمتونم با برنامه خوب شما آقای چالنگی. با سپاس از شما. آقای شریعت‌مداری اجازه بدین از اینجا آغاز کنیم که آقای روحانی اینجا آمد در نیویورک، سخنانی گفت و جمله نکاتی رو که برش انگوش گذاشت، این دروغ بسیار آشکار بود که من میگم دروغ چون عنوان دیگه بهش نمیشه داد، نه اینکه اتهام بنده نمیزنم هرچی، که ما در ایران روزنامه‌نگار زندانی نداریم و اگر کسی زندانی هست، این اتهامش روزنامه‌نگار زندانی هست، اتهامش روزنامه‌نگاری نیست. ولی مثلا کسانی مثل ابوالفضل عابدینی متهم شده از رامهرمز با دول متخاصم در ارتباط بوده و همینطور مسعود باستانی و و و و بقیه. حرفی که قبل از ایشون آقای احمدی نژاد زد، قبل‌تر از ایشون بقیه زدن و بقیه. تفسیر شما رو میشنم، تفاوت ها بین این دو رو. اولا بسیار متاسفم که ایشون انقدر سوری و ظاهری قضیه رو فقط خواسته از سرش باز کنه و یک نوعی در حقیقت کارهای خلاف قانون و خلاف حقوق بشر قوه قضاییه رو توجیه کنه. درسته که عنوان جرمی که بر اینا نهاده میشه روزنامه نگاری نیست و روزنامه نگاری در ایران جرم نیست، ولی ساختن پرونده و درست کردن پاپوش روش مرضیه است که یا نامرضیه است که در دوره که آقای روحانی در رأس نیروهای امنیتی ایران فعالیت میکرده به دستور اونها برای متهمین درست میشد.
ایشون نه تنها منتقد اون دوره های خودش نیست، بلکه توجیهگر این دوره هم که کارش اون نیست هست. صحیح هست که اتهامی که به این روزنامه نگاران میزنن اتهامات دیگری است، ولی ایشون خوب میدونن که این اتهامات همه پرونده سازی و پاپوش دوزی است. اغلب در 99% موارد حداقل چنین بوده و جرم اصلی اینها این است که نویسنده بودن و خواستن مردم را آگاه کنند. این کار در شأن یک رئیس جمهوری که از مردم رأی میاره، مال هر نظامی میخواد باشه، و احترام به رأی مردم نیست. و امیدوارم که ایشون به این رأی ها احترام بگذاره و شهامت انتقاد از گذشته خودش و عدم توجیه حال و آینده رو داشته باشه. همین یک مورد نیست آقای شریعت مداری، موارد دیگه هم بود در صحبت ها و مصاحبه های ایشون، از جمله این که در ایران مخالف خشونت هست و حکومت ایران آماده برای مبارزه با خشونت در سطح منطقه اقداماتی انجام بده و چنین و چنان. باور کردن این نکته که حکومت ایران مخالف خشونت هست چندان ساده نیست، حتی برای شنوندگان غیر ایرانی. بله ببینید، خشونت رو حتما آقایون درجه بندی کردن. مثلا دار زدن در مقابل گردن زدن خشونت نیست به عقیده اینا. یا فرض کنید که به قول خودشون کامیونی کردن در مقابل کشتن با شمشیر خشونت نیست. اینا با خشونت های از نوع داعش رو خشونت میدونن و اون چیزی که خودشون میکنن اسمش رو اجرای قانون گذاشت. البته واضح است که برای کسی که کشته میشه اعدام با دار یا گردن زدن فرقی نداره و از منظر حقوق بشر هم هر دو محکوم، از منظر حتی قوانین ایران هم عمل حتی به قوانین خود جمهوری اسلامی نیست. بنابراین ایشون در حقیقت در صحبتش فقط اشتیام رو میرسون و اون این بود که ما حاضریم با غرب همکاری کنیم تا این نیروی تازه بر سر کار آمده یا سربرآورده را که برای هر دومون خطر هست سرکوب کنیم. و بنابراین سعی میکرد از کلمات لعابدار دیپلماتیک که پوششی زیبا و درونی دیگر دارند استفاده. آقای بهروز قاسمی، خوش آمدید به تفسیر خبر در لندن و تفسیر و تحلیل شما رو درباره همین دو نکته میشتمیم. آنچه که حسن روحانی در نیویورک گفت آیا بازتاب واقعیت هست؟ آیا تفاوتهایی با آنچه که احمدی نژاد پیش از اون در اونجا گفت و پیشتر بقیه آقایون خاتمی و بقیه داره؟ به نظر من وقتی ما صحبت از کوچکترین تغییری میکنیم یا اصلاحات میکنیم، این باید یک شاخصی، یک نمودی داشته باشه. حداقل باید بشه از یه جایی به شکل امیدوارانه نشونش داد. یعنی تغییر وضعیت برای مطبوعاتیا، برای حقوق بشریا، برای انجیو ها، برای جنبش زنان، برای جنبش کارگری، هر کدوم از اینها میتونه شاخصهای خودش رو داشته باشه یا در واقع شاخصی برای هر نوع امید به اصلاحات باشه یا با کمال تأسف قطع امید از اصلاحات. و بعد من توضیحم که دارم برای خودم در مورد مبحث اصلاحات، ببینید اصلاحات زمانی کارایی داره، زمانی تاثیرگذاری مثبت خودش رو داره و کار میکنه تو فرآیند تاریخی سیاسی ملت که به موقع خودش اتفاق بیفته. شاید رژیم گذشته هم خیلی حاضر بود اصلاحات زیادی رو بکنه، اصلاحاتی که میتونست در ارتباط با گذشته خودش بی‌نظیر باشه، اما اون زمانی که این اصلاحات شروع شد شاید دیگه یه خورده دیر شده بود. امروز جاییه که جمهوری اسلامی مدعی اقتدار داره، مدعی به اوضاع مسلطه، در هر زمینه‌ای دعوی داره برای صحبت کردن. اگر قرار باشه اصلاحاتی اتفاق بیفته، فکر میکنم امروز روز آخرشه، به شکل تاریخی عرض میکنم امروز میتونه موقع خوبی باشه اگر میخواست یا میتونست اتفاق بیفته، ولی زمانی که زمانش بگذره اون تأثیر خوبی هم که باید داشته باشه نداره و هیچ چیزی نیست جز در واقع به حسرت رفتن تمام امیدها. آقای قاسمی، یعنی حرف شما این هستش که اصلاحاتی انجام نشده در روند آنچه که پس از انقلاب بر ایران حاکم شده؟ به عنوان یه شاخصی، به عنوان یه نمودی من ندیدم و تلاش‌های زیادی رو من دیدم
شاهدش بودم برای اینکه اصلاحات اتفاق بیفته، ولی در عمل با کمال تاسف اتاق فکر آقای خامنه ای، اتاق فکر سپاه چه اجازه ای رو ندادن و نمیدن. نه. آقای شریعت مداری تفسیر شما رو میشتن. از 23 بهمن ما تا به امروز حکومت انقلابی چه اصلاحات عمده ای در اون انجام شد؟ ببینید اصلاحات وقتی میگیم در حقیقت دو تا جلوه بارز داره در یک نظام ایدئولوژیک و انقلابی. یکی این که این نظام قائل بشه که دوران انقلاب تمام شده و اوضاع عادی شده و این پروژه یا تز انقلاب در انقلاب رو کنار بگذاره، یعنی هدفش ماجرا آفرینی و مدیریت بحران نباشه، هدفش مدیریت مملکت باشه و حکومت قانون. دوم این هست که نظام ایدئولوژیک رو کنار بگذاره و تبدیل به یک نظام معمولی بشه. شانس این کار در هیچ نظامی صفر نیست، یعنی از لحاظ نظری نمیشود ماهیت گرا بود و گفت که بعضی از نظام ها اصولا قادر نیستن اصلاحات کنند. هم چیزی صحیح نیست. اما در نظام های ایدئولوژیک و در نظام های انقلابی، مخصوصا وقتی زمان درازی سپری شده و ساختارهای بسیار تنومندی که از منافع بزرگی برخوردارن، این روند آسان نیست و بسیار اولا برای کسانی که صاحب منزلت ها و مقام ها و اموال بزرگی شدن در داور اگر انجام بشه در مقابلش خواهند ایستاد، و ثانیاً اجتماع هم چنان در هم فشرده شده که معمولاً با اولین اصلاحات چنان دینامیسمی در جامعه میاد که حاکمان را میترسونه و اونها را به عقب نشینی وامیداره. چنان که مثلا در دوره خاتمی سعی شد مقداری اصلاحات بشه، ولی به مجردی که به ماجرای کوی دانشگاه رسید حتی خود آقای خاتمی هم از این دینامیسمی که ایجاد شده بود ترسید و عقب نشینی کرد. بنابراین با وجود اینکه انداز نظری اصلاحات همیشه ممکنه، ولی در چنین نظامهایی بسیار سخته و احتمال درست انجام شدنش بسیار کمه، مخصوصا که ما هیچ قصد جدی برای کنار گذاشتن یک نظام انقلابی و ایدئولوژیک در حکومت گران نمیدیم. اشاره کردم به انقلاب، در انقلاب جالبه به در برنامه دیگه من اشاره کرده بودم که این حرف و این نظریه و یا تئوری یا هر چی که هست رو هم حتی در مارکسیسم ما داریم. در زمان استالین لئون تروتسکی از همراهان لنین که بعدها توسط عوامل استالین در مکزیک به قتل رسید، چون این نظری داشت که انقلاب باید مستمر پیگیر باشه و مرتب ادامه داشته باشه. ظاهرا در شوروی استالین به نتیجه نرسید، اما در ایران انقلاب اسلامی یا انقلاب اسلامی ایران همچنان ادامه داره تا به امروز، اونطور که آقای شریعت مداری هم اشاره کردن. تفسیر شما رو میشنویم در مورد آنچه که آقای شریعت مداری گفتن. اصلاحات در رژیم های ایدئولوژیک بسیار مشکله، به خصوص وقتی گروه های بسیاری منافع کلان داره. آقای قاسمی؟ بله، من البته در تکمیل فرمایشات آقای شریعت مداری، ولی شاید با بیان خودم چون از نسل انقلاب هستم، من به گونه دیگه هم اعتقاد دارم میشه این مسئله رو دید، و اون به این شکل که اتفاقا برخلاف تمام ادعاهای انقلاب، در نسل انقلاب، انقلاب رو ما انجام دادیم که تک حزبی نداشته باشیم، انقلاب انجام دادیم که فساد اقتصادی به خصوص فساد اقتصادی نداشته باشیم، انقلاب انجام دادیم که همه آزادانه بتونیم حرف بزنیم، حرفمون رو بشنون. و به خاطر اینکه من بهاییم، یهودیم، مارکسیستم، کتک نخورم، اذیت و آزار نشم، به زندان نرم، دادگاه ویژه برای من درست نکنن، دادگاهی جدا از شکل روند عمومی کشور، جدا از اون که اون روند عمومی هم اعتبار نداره، ما انقلاب کردیم تمام این مراحل طی بشه، این بساطها جمع بشه، مردم دارای قوه قضاییه مستقل باشن، قوه قضاییه که از یک تیمسار وحشت نکنن به خاطری که تیمسار ارتشه، یا امروز از یک روحانی وحشت نکنن فقط به خاطر لباسش،
آیا غیر این بود؟ نسل من اینطوری اومد جلو، اومد انقلاب کرد با این امیدها، گفتن جمهوریه، مفهوم جمهوری دموکراسی بود، قرار بود همه چیز دموکراتیک اتفاق بیفته. من در این 30 و اندی سال ندیدم و فکر میکنم نیازی زیادم به اثباتش نیست. اگر کسی خلافش رو داره من آمادم برای هر نوع بحث و مناظره کردن که آیا در این 30 و اندی سال جمهوری اتفاق افتاد. گفتن اسلام، توجه بکنید ایشون میفرمان نظام ایدئولوژیک. من حتی میخوام این اتهام رو بزنم که بخش اعظمی از جامعه ما که در کسوت مسلمان هم هست، در کسوت شیعه اثنا عشر هم هست، این نظام رو همواره متهم کرده که اتفاقا بوی از اسلام هم نبرده، از شیعه هم نبرده و اصلا در حتی سر این بخش هم نیست. به چه مناسبت میفرمایید نبود؟ شما خودتون بارها گزارش های مربوط به آقای کاظمین بروجردی رو ابراز کردید. ایشون یه روحانی بود، یک روحانی شیعه بود، مدعی بود. من در مقام قضاوت نیستم که چه کسی روحانیتش درست است یا خلاف است، اما او هم شاکی نظام بود. یعنی یک روحانی شیعه، به عنوان نماینده عرض میکنم، تمامی طرفداران آقای منتظری گرفته دیگه، تکلیف فرد غیر مذهبی و غیر دین شیعه که مشخصه، این دیگه اون گفتن نداره. ولی میخوام عرض بکنم حتی کسانی که در کسوت دینی هم بودن مسئولیت نداشتن از استبداد، مسئولیت نداشتن از تهاجمی که فقط به خاطر مطالبات دموکراتیک یا شفافیت مالی انجام میشده، حتی اونا هم مسئولیت نداشتن. یه زمان این درسته که ما بگیم فقط شیعه ها هر نوع امتیازی رو دارن، غیر شیعه نداره. کدوم شیعه بوده که مسئولیتی داشته باشه در قبال استبدادی که اتفاق افتاده در تمام زمینه‌های مختلف؟ بنده میگم وای به حال غیر شیعه، اینم میگم، ولی اون انقلاب قرار بود این نوع بساط‌ها رو جمع بکنه، به ما یک جمهوری بده که اگر پسوند اسلامی داشت، اگر آقای خمینی اومد گفت پدران ما اینطور تصمیم گرفتن، امروز ما دیگر نمیخواهیم، ما امید داشتیم که اگر گفتند اسلامی، روزی هم به همون راحتی بگن دیگر نمیخواهیم، کسی اونها رو مورد هدف قرار نده. آقای قاسمی، من پرسش من البته چیز دیگه ایست، پرسش من این هست که حکومت ایدئولوژیک، یالا هرچی که هست، این حکومت، اون حکومت های آیا اصلاح پذیر هستن؟ آقای شریعت مداری گفتن به سختی. نکته که شما میفرمایید جای بحث بسیار دیگری است، و این که انقلاب اسلامی پیامدش جمهوری اسلامی آریا نبود و بالای 90% به اون رای داده. بسیاری از انقلابیون ما، هم از چپ و راست و جبهه ملی و مخالفان سانسور، خواستاران آزادی بیان، به این نکته بسیار بسیار اساسی و مهم در تاریخ اساسی در تاریخ معاصر ایران توجه نداشته که در ایران دو حکومت موازی بود، یکی رسمی که حکومت پادشاهی هر عنوانی بهش بزنید، و یکم حکومت روحانیت شیعه که بدون مسئولیت بود و بخش بزرگی از آن چه که جامعه ازش محروم بود زیر سانسور روحانیت شیعه بود، فراموش نکنید. بله. و درست در انقلاب، یعنی شما بسیاری از چیزها، شما تا جایی بود روحانیت شیعه توست وزیر ببره، صدراعظم ببره بیاره، و مثل کسان قدرتمندانی مثل ناصرالدین شاه رو نخست وزیر و صدراعظمش رو فتوای روحانیت شیعه برکنار بکنه و کسان. این یک بحث دیگه است. بحث بسر اینه که آیا این حکومتی که فعلا هرچی هست و چرا هست به جای خود، این حکومت اصلاح پذیر هست یا خیر؟ بله، من اولی توضیح رو مطلب قلب بدم. من در تکمیل فرمایشات جناب شریعت مداری عرض کردم که حتی در چارچوب انقلابی هم از نظر من انقلابی نبوده و دقیقا اتفاقا ضد انقلابی عمل کرده، بر مبنای تعاریف خودش، نه بر مبنای تعاریف من، یعنی بر مبنای اسلامیت و انقلاب هم شاکیهای هم اسلامی همیشه داشته و هم شاکیان انقلابی، یعنی تو چارچوبی هم که خودش تعریف میکرده هیچگاه نه انقلابی بود نه اسلامی. این به کنار، جدا از این، نه من هم اینطور فکر میکنم که اصلا انتخاب یک روبنای ایدئولوژیکی هدفمنده، یعنی خود اون داره یک هدفی رو تعقیب میکنه و تعقیب میکرده، و اصلاحات توی همچین حکومتی همیشه از زمانی که طرح میشه تا زمانی که بخواد اجرا بشه مجموع فرآیندش نشون میده که هیچ نوع امیدی به ادامهش یا وجودش نمیشه داشت. نه اینکه من بگم، نه اینکه تحلیل سیاسی باشه، نه
رویدادها فقط رویدادها و اخبار کافیه در این 30 سالی که اتفاق افتاده. یعنی من در اینجا حتی نیاز به تحلیلم برای ناامیدی نمیبینم، تنها اخبار گواهه. آقای شریعت مداری عزیز، اشاره کردم به انقلاب، پرسش برمیگرد به همین زمینه که انقلاب ایران به هر دلیل و به هر شکلی که شد یک آرمانهایی رو با خودش مطرح کرد که از غذای بیش آرمانهای اقتصادی و خواستای یا مطالبات اقتصادی چندانی نبود، بیشتر آزادی بود، استقلال، آزادی، جمهوری، استقلال که هیچ مفهوم روشنی واقعا نداشت و به یک اعتبار بی‌معنا بود، برای اینکه استقلال شعاریش در برابر غیر استقلال، یعنی استعمار و یا اون چه که وابستگی اقتصادی می نامیدن که بحث دیگه است، اون به معنی استعمار. حالا این بحث بکنن آزاد. ببینید، مردم به هر حال آزادی احزاب می خواستن، آزادی کامل مطبوعات می خواستن، همه اینا درست است. اما چه شد که سر از اینجا در آوردن؟ هر از 4 سالی در این سالهای اخیر گرفتار بین انتخاب بین بد و بدتر. آیا میشه چون این انتخابی رو مرحله از دموکراسی نامید؟ یا حداقل مرحله از آنچه که مردم ایران در 57 طالبش بودن؟ بله، پاسخ اینه که اولا این اهداف بسیار زیبا معمولا در انقلاب ها متحقق نشده. انقلاب ها معمولا با خودشون خشونت و خرابی آوردن و خیلی کم شده که حرکت های انقلابی بتواند به دموکراسی و آزادی و حکومت قانون منجر بشه. منتها انقلاب هایی رو ما داریم که بعد از چند سال به دوره بلوغ رسیدن و دوره شورش و دوره به هم زدن اجتماع رو کنار گذاشتن و حکومت قانون رو شروع کرد. در ایران متاسفانه این انقلاب پس از 30 و چند سال هنوز به دوره بلوغ خودش نرسید و با آوردن تز انقلاب در انقلاب به وسیله آقای خمینی و بعد به وسیله جانشینشون آقای خامنه‌ای که همونطور که گفتید از بلوک شرق و ماویستا به خصوص یاد گرفته بودند و کپی ناقصی بود، این صحنه به هم زدن نظم اجتماعی رو از خود رهبری شروع کردن، به طوری که آقای خامنه ای هم اکنون میگوید که من یک سیاست مدار نیستم و یک آدم انقلابی هم، یعنی میخواهم نظم موجود رو به هم بزنم. نظمی که دولتش سعی میکنه درست کنه او میخواد به هم بزنه، هم در داخل و هم در خارج. بنابراین با وجود یک چنین اراده ای در نظام و در بسیاری از سرداران، در بسیاری از دولت مردان، هیچ موقع حکومت قانون ممکن نخواهد بود. و از طرف دیگه وقتی یک نظام ایدئولوژیک هر چی اسمش باشه، اسلام یا مارکسیسم یا هر چیز دیگه، مستقر میشه، جامعه رو به باورمندان خودش یه دایره متحد المرکزی درست میکنه، چند تا براش حوزه میسازه، حوزه خودی ترین خودی ها، حوزه خودی ها، حوزه همکیشان و هممسلکان، حوزه همکیشان و هممسلکان منتقد، حوزه ادیان دیگر، حوزه ناخدا باوران، و بعد با هر کدوم از اینا نوعی رفتار تنظیم. همه این مزایا و مواهب چنین حکومتی مستقر میشه در خودی ترین خودی ها. اون چی که من و شما فساد مینامیم از دید اینا فساد نیست، از دید اینا در حقیقت جایزه است که به خودی ها میدن تا این نظام ایدئولوژیک رو حفظ بکن. بنابراین این روش با روش مملکت داری که باید مواهب و مزایای مملکت در حقیقت در اختیار همه قرار بگیره، از بن و مبنا متفاوته. تا اینو کنار نگذارم من نمیفهمم اصلاحات معنیش چی. حالا اشاره کردن آن شرط مداری حوزه خدا ناباوران دیگه نیست و در این ردبندی ها میگن یک طبقه هست در اول همه و بالاتر از همه، حوزه خدا کیسگان، اونها هستن که اصحاب میلیاردی هستن، خودی ترین خودیان دیگه، اونا رو اسمشون میشه خدا کیسگان، به معنی اینکه خدای اونا کیسه ای هست که ما دو گروه خدا ناباور توی ایران داریم، یکی خودی ترین خودیان که از مزایا برخوردارن، یکی اون بیچاره هایی که هم خدا ناباورن هم در زحمت و وحشت اندائم. بله، از دید این حکومت اینطور که تقسیم کردید و واقعیت هم هست، بقیه که خارج از این دایره هستن حوزه
غیر خودی که هیچ دیگه بی خودی و چیز هستن، چون نخودی هیچ مسئولیتی در برابر اونا انجام نمیشه. مسئولیت دیدی نمیشه مملکت اداره کرد، میشه همین قبیله ای رو اداره کرد که اسمش حزب اللهی، خودی، بسیجی، خودی ترین خودی ها، عاشقان ولایت، ذوب شدگان در ولایت، هر اسمی میخواید روش بزنید میشه اینا رو اداره کرد. ذوب آهن و اینا رو نمیشه، ذوب شدگان در ولایت میشه صنعت. آقای بهروزخان گرامی، جناب قاسمی، ببینید الان یکی از مشکلاتی که هست و یعنی مشکلی هست که دو سویه است، در یک سو ممکنه هست به حساب بیاد، چیست آن به قول معروف؟ این که گفته میشه در زمان آقای خمینی قدرت سیاسی متمرکز بود در دست ایشون 100%، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر کسی حرف نمیزد. اما پس از ایشون الان در حال حاضر به خصوص در این چند ساله کسی صاحب تمامی قدرت که نیست، هیچ نهادی، هم از ولی فقیه، رئیس جمهور، نیروی نظامی حکومت، 51% قدرت رو نداره. شما حرفایی رو علیه رئیس جمهور در مجلس میشنوید شبیه همون چیزی که در انگلستان انتقادها یا حرفایی که نمایندگان بعض وقتا علیه نخست وزیر میزنند، یا در مطبوعاتشون آقای کیهان رو که هیچ ارتباطی هم با آقای شریعت مداری گرامی ما نداره، آقای حسین شریعت مداری حرفایی رو میزنه که شما تندترین روزنامه های انگلیس و اروپا ممکن راجع به رئیس جمهورشون بزنه. این حسن این قضیه، یعنی جلوه کردنش به شکل حسن، اینه کسی که آشنا نیست با ایران خوب میگه که به هر حال این دموکراسی است، ببینین مطبوعات چنان آزاده که رئیس جمهور رو چنین نقد میکنه یا حتی بددهنی میکنه هرچی. از اون ور قضیه کسی نمیدونه که آقا این همه در دایره بسته است، این کسانی که اینو میگن در دایره بسته است داره اتفاق میفته. ما الان که 51% قدرت رو کسی در جمهوری اسلامی میگن کسی صاحب نیست، و همین هست که روند هرچه که هست رو به شکلی ادامه داده، دیکتاتوری است، استبداد مذهبی است، ولایت فقیه هست یا هرچه که هست. تفسیر شما رو میشته. بدون شک دموکراسی شاخص داره و اینطوری نیست که چون آقای حسین شریعت مداری در کیهان علیه رئیس جمهور هرچی که دوست داره می نویسه پس دموکراسی هست. نه، در مورد خود آقای شریعت مداری زیاد نمیشه نوشت، یعنی خلاف نظر ایشون و رفتار ایشون و گذشته و کارنامه ایشون زیاد نمیشه ورود به بحث کرد در یه نشریه و اون نشریه سرپا بمونه. ولی من یه توضیح کوچیکی باز رو اون صحبت قبل میخوام بله بدم. ببینید یه مقدار شاید من نتیجه صحبتهای من با جناب شریعت مداری در تضاد نیست، جفتمون به یک نتیجه میرسیم و رسیدیم، اما گفتمان من یه مقدار ممکنه متفاوت باشه. دلیلش هم عرض میکنم، شاید به خاطر جو داخلی که من در تمام این سالها در کشور بودم. ببینید این حالت که حکومت جمهوری اسلامی جمهوری اسلامیه، بعد انقلابیه، بعد خواسته یک سری شروط انقلابی رو داشته باشه، وضعیت انقلابی رو داشته باشه، خواسته تلاش هایی بکنه در جهت حالا هر چی که بوده، ایدش، عقیدش، ایدئولوژیش، و اونها جواب نداده. سعیش این بوده که انقلابی باشه، اسلامی باشه، و بعد حالا جواب نگرفته. بعد ما میشیم این ور میز منتقد که اصلا ما مخالف اسلامیم، اصلا مخالف عقیدتیم. بعد اون طرف این سنگر رو در پیشگاه مردم ایران میگیره که ببینید اینا ضد انقلابن، من انقلابیم، من مسلمانم، اینا غیر اسلامیان. من میخوام رو این بس اصلا خط بکشم که هیچ گوه به این شکل نبوده. اساسا مجموعه ای که کار میکردن عمدتا مجرم بودن، نه بر اساس اعلانی حقوق بشر. این نکته ای که من میخوام بگم، بر اساس خود قانون اساسی کشور مجرمن. پیش از اینکه شما حتی بخوای اعلانی حقوق بشر رو بیاری وسط، شاخصهای دموکراسی جهان رو بیاری، بعد بیاری این رو با اون مقایسه کنی، خیر. اولین شرط یک انقلابی صداقت در کسوت تمام انقلابیون دنیا، از مذهبی و غیر مذهبیش گرفته. اونجاست که اون وقت اگر وقتی بود یه روز دیگه من در خدمت شما باشم، بیایم با هم بحث بکنیم که از همون ابتدا آیا رهبری انقلاب، چه در زمان آقای خمینی، چه رهبری سپاه پاسداران در اون زمان، چه آقای هاشمی و چه بعد اون، آیا صداقت داشتن؟ که اولین شرط یک انقلابیه، آیا صداقت داشتن؟ نه بر اساس تشخیص‌های من و شما یا پذیرش‌های من و شما، نه، بر اساس همون صحبتی که خودشون طبق قانون عرض می‌کنم، البته بر اساس قانون
بر اساس قانون آیا اینا قانونی اجرا کردن؟ حرفتون این هستش که آقای قاسمی اینها انقلابی نیستن، انقلاب چیز مثبتی است و اگر نه نه انقلاب مثبت است یا منفی اصلا بهتر. نیازی نیست ما بهش ورود بکنیم، اصلا نیازی نیست به اون ورود بکنیم. شما داری با من صحبتی میکنی در ارتباط با یه عقیده ای. پیش از این که من با شما طرف صحبت شم، فرض کنیم بنده حالا خودم رو مثال میزنم، یک مجرم باشم، اینجا دیگه اصلا محل از اعراب نداره اون بس، من یه مجرم بودم، سرقت انجام دادم، بعد اومدم نشستم در کسوت یک تحلیلگر سیاسی، شما ابتدا به من میگی آقا اون جواب پرونده سرقتتو بده، بعد بیا با هم بحث سیاسی بکنیم. حالا اون بس هر چی که هست، هر چی که میتونه باشه، انقلاب میتونه خوب باشه، بد باشه، انواع مختلف داشته باشه، هر بحثی. آقای شهریت مداری گفتن انقلاب نمیتونه خوب باشه. خب نظرشونه، من اصلا موضوع بحث من این نیست، موضوع بحث من در ارتباط با جمهوری اسلامی، نه انواع مختلف دیدگاه‌های مختلفی که در مورد حکومت هست، نه من در مورد دیدگاه مختلف صحبت نمی‌کنم، در مورد خود جمهوری اسلامی صحبت می‌کنم که روند تاریخش روند مجرمانه بوده و نه روندی که حالا همین بس سر اینه. اجازه بفرمایید تحلیل انقلاب رو به وقت دیگه‌ای که دقیقاً. چون این نظامی به هر حال الان در ایران حاکمه، هست و نیست مردم هم مربوط شده به فتوایی که یکی از این ملایان دولتی حکومت میده، درست؟ این حکومت رو شما معتقد هستین انقلابی نیست، حالا انقلابی هست نیست، شما اون یه بحث دیگه است. این حکومت که رهبرش خودشو انقلابی مینامه، به نظر شما گرفتاریش برای اینکه اصلاح نمیشه اینه که انقلابی نیست، یا اینکه از اساس اصلاح پذیر نیست به هر دلیلی، حالا انقلابی هست یا نیست؟ بیش از هر چیز فسادی که در حکومت هست اساسا اجازه یه حتی ورود به مباحث انقلابی رو به اعضای خود حکومتش هم نمیده. وای به حال من که به عنوان یک شهروند شفافیت از نهادهای به ظاهر انقلابی بخوام و بگم شما چه کردید، چه کسی تونست پاسخ بگیره که سپاه، بنیاد شهید، بنیاد کمیته امداد و غیره و غیره که زیر نظر آقای خامنه‌ای بودن و حتی تشکیلات ویژه آقای خامنه‌ای چه میکنه تو این کشور؟ فرض کنیم من این رو دارم در نزد کسایی میگم که خوشبین هستن، فرض کنیم که یکی از هواداران خود آقای خامنه ای به مدرکی دست پیدا کنه که اون مدرک فساد دفتر ایشون، خود ایشون و هر کسی دیگه رو نشون بده، آیا جایی برای طرحش داره؟ آیا جایی وجود داره که بتونه این رو بره طرح بکنه و پیگیری بکنه؟ آیا خودش مسئولیت داره؟ وای به حال منی که اصلا منتقدم. آقای شریعت مداری عزیز، اما چرا علارغم همه این موضوعاتی که شما اشاره کردید و آقای قاسمی اشاره کردن و بسیاری در داخل و بیرون از ایران اشاره میکنن، امید به اصلاحات همچنان وجود داره؟ دست کم حالا رو به افول میره در بین خیلی ها. حتی برخی از کارگزاران این حکومت در دورهای پیشین به خارج که کوچ کردن، تشکیلاتی رو را انداختن، نهادهایی رو را انداختن با پولهایی که از این ور اون ور یا با خودشون داشتن یا از جیبشون یا از زحمتشون، به هر حال که بعید میدونم در مورد بسیارشون، به هر حال و همچنان این اصلاحات در حکومت رو ایجاد امید میکنن برای خیلی. چرا؟ اولا یک نکته راجع به صحبت آقای قاسمی بگم که اون امیدیم ربطی به اسلام نداره. اسلام حکومتی، اسلامی که به قدرت نشسته، اسلامی نیست که ما در ایران داشتیم و سالها در کنار حکومتها گلیم خود را از آب بیرون میکشیده و مردم هم مسلمون بودن. ولی اسلامی که سر حکومت بیاد میشه یک ایدئولوژی و ایدئولوژی ها نمیتونن حکومت. بنابراین برای واضح شدن برای مخاطبین، این ربطی به اسلام نداره، این اسلام حکومتی است که مورد نقد است. در مورد اصلاحات که میفرمایید، خب اصلاحات گزینه عاقلانه است اگه بشه، از فروپاشی اجتماعی، از به هم خوردن نظم اجتماع، از بین رفتن دستاوردهای موجود جلوگیری میکنه. بنابراین این راه درستی است که سعی بشه ولو یک درصد کمی از این اهالی این نظام به این بلوغ و رشد رسیدن که نمیشه راه گذشته را ادامه داد، با اینها یک نوع همدلی بشه که این کار پیش بره. ولی اون که من میگم این هست که چنین اراده ای رو ما در بخش هایی که خودشون رو اصلاح طلب هم میخوانند نمیبینیم.
آقای خاتمی میخواست یک ملغمه ای درست کنه از نظام موجود و دموکراسی. و این ملغمه نظام موجود و دموکراسی قابل پیوند و جوش نیست، برای اینکه نظام موجود اصولا بر این باور هست که جامعه به کسانی که به ایدئولوژیش باور دارن و کسانی که ندارن تقسیم شده، و این دموکراسی جامعه ای رو میخواد اداره کنه که هر شهروندی از حقوق مساوی برخوردار. بنابراین تئوری دموکراسی دینی ایشون هم جامعه رو به دینداران و بیدینان تقسیم میکرد، هرچند که یک کمی بیشتر اهل تسامح و تساهل ممکن بود ایشون باشد. بنابراین مسئله مهم اینه که بعد از این تجربه 30 و چند سال اصلاحات موقعی عمق پیدا میکنه که ولو به ناچار، ولو به این که کفگیر به آخر دیگ خورده، ولو به خاطر اینکه تحریم ها راهی برای مانور نگذاشتن، بخشی از این نظام متقاعد بشه که راهی جز کنار گذاشتن دوران انقلابی و راهی جز کنار گذاشتن حکومت ایدئولوژیک نیست. اگر چنین اراده‌ای پیدا بشه، امید واقعی به اصلاحات هم ممکنه باشه. اگر چنین اراده‌ای پیدا نشه، خب این جامعه است که در حقیقت انتخابات رو انتخاب کرده به عنوان راه تغییر، برای اینکه فکر میکنه هزینش کمتره و برای اینکه فکر میکنه که ممکن است بسیاری از کارگزاران نظام رو در یک فرصتی پی همین انتخابات کنار بگذاره. دلیلش اینه که آلترناتیف های دیگر به قدری وحشتناکن در زمینه واقعی موجود و به قدری ممکنه هزینه وار بیارن که جامعه خودآگاهانه از تعقیب آلترناتیف های خشونتزا که پتانسیل خشونت و برهم زدن نظم اجتماعی رو دارن خودداری میکنه. نظم اجتماعی یعنی همین وضعیت موجود، هیچ فرقی نمیکنه. شما اگر ایران رو با عراق مقایسه کنید میبینید همین وضعیت موجود خیلی نسبت به اون چیزی که در عراق هست جلوه. یعنی اگر بتوان تغییرات رو مستمر و با اراده و به سمت دموکراسی گام به گام پیش برد، معلومه که ارجحیت داره به اینکه کلنگ. ولی آیا شما خود شما شرکتین آقای شریعت مداری که با این نظام و با این اساس این نظام شدنی نیست تغییر بدنی؟ بله، من میگم که این اراده باید بین ملتی که هوشیار شده و حاضر نیست هزینه یک تغییر بنیاد برافکن رو بده، و نظامی که کفگیرش به ته دیگ خورده و میبینه که این روش قابل ادامه نیست، حداقل با بخشی از این نظام باید این منفعت مشترک بین این ملت و این حکومت پیدا بشه و دست به دست هم کار رو پیش ببرن. اگر نشد متاسفانه معنیش این نیست که در این جامعه یک حکومت دیگری خواهد آمد و نظم دیگری خواهد گذاشت. ایران به سمت یک فیل استیت داره میره. بله، ولی آیا اوضاع منطقه، آیا خواست یا نخواست، ببینید تعلل یا هر چی که هست از چه حکومت چه این بر مردم، آیا روند اوضاع معطل یه همچین چیزی میشه؟ نه خیر، به هیچ وجه. متاسفانه ممکنه همه امید ملت برای اینکه هزینه زیادی ندن، همه امید ما برای اینکه خشونت در ایران پا نگیره، جنگ ایدر نعمتی نشه، با یک اتفاق در منطقه همه به هم بخوره. و من عرض کردم ایران در رأس و همه نظام‌های دیگر منطقه انتخابشون بین دیکتاتوری و دموکراسی نیست. انتخابشون این نیست که دموکراسی رو سرکوب کنن و دیکتاتوری رو بتونن مستقر کنن. دیکتاتوری ها ناکار آمدن، نخواهند تونست ادامه پیدا کنند. اگر دموکراسی برقرار نکنند، تبدیل به فیل استیت، تبدیل به دولت های ناکار آمدی میشن که اجتماع رو هم با خودشون میپاشن. بله، خب آقای قاسمی تفسیر شما رو میشتریم. با توجه به اینکه بسیاری معتقد هستن از جامعه شناسان، نظریه پردازان سیاسی یا سیاسیون نظریه پرداز در سطح قرد و کشورهای دموکراتیک عنوانی که دارن، که این دموکراسی هم مراحلی ده، یعنی کدوم مقدمه بر کدوم، امنیت مقدمه بر دموکراسی یا دموکراسی امنیت زاست، یا و ایران آیا شرایط رسیدن به این دموکراسی رو اگر داشت در دولت شاه
و در دولت بختیار به ویژه خب به مسیری رفت که سرانجام اینجا در مورد بسیاری هم این نظر رو داره. تفسیر شما رو میشنویم در مورد وضعیت کنونی ایران و خطراتی که تهدیدش میکنه یا هرچی که هست. بله، اون چیزی که دیده شد به نظر من دو گونه اصلاح طلب بود، امیدوار به اصلاح در این جامعه. یه بخشی که به واقع هم شاید خود مردم یا سیاسیون خوب اسمشون رو گذاشتن اصلاح طلبان حکومتی، که به نظر میاد معتبرن از این دیدگاه که ما میخواییم حداقل هزینه تغییراتی رو ایجاد بکنیم که هم در استمرار نظام کمک کرده باشیم، هم در واقع به مطالبات به حق مردم پاسخ داده باشیم. این دعوی ظاهر داستانه. در قسمت دیگه مردمی هستن که از تمامی این وضعیت هم عصبیان، هم خستن، هم در واقع کفگیر تحمل اونها هم به تعبیر جناب شهر مداری خورده. یه بخشی هم اونها هستن. اون بخش مردم رو من اینطوری فکر میکنم دیده میشه که از هر مفری میخوان استفاده بکنن برای ایجاد تغییر، برای عقب نشوندن این استبداد، و بدون شک با تجربیاتی که از دهه 50 و 60 دارن حتما با حداقل هزینه. این اون تلاشیه که من فکر میکنم در اون قسمت همیشه اتفاق افتاده. اما در بخش حکومتیشو من نیاز به توضیح زیادی ندارم، چون آشکاره که چه اتفاقی میخواد بیفته. در عین حفظ بسیاری از مناسبات غیرقانونی، مناسباتی که منافعی برای ملت ایران و منافع ملی عمومی نداره، یک چیزی این وسط حفظ بماند به نام نظام جمهوری اسلامی که خودش رو تعریف میکنه به نمایندگی از منافع ملی، در حالی که این تعریف شامل او سالیان ساله که نمیشه. اما نه، در سمت روبروش از موزه مردم عرض میکنم، من نماینده مردم نیستم، من به عنوان یه شهروند عرض میکنم، به نظر میاد این مردم همیشه به دنبال مفری گشتن برای اینکه بتونن راهی پیدا بکنن برای خلاص شدن از این وضعیت، و بدون شک با استفاده از تجارب گذشته شون. و این راه رو یافتن، در برابرشون هست آقای؟ خیر، زمانی که ما حزبی داشتیم. ببینید، تغییر یه حکومت رو من به طور اساسی در سه پایه میبینم. اجماع منطقه و جهان باید کمک بکنه به اون تغییر. اصلا هم کار ندارم در اینجا به بحث تغییر مثبت و منفیش، به طور کلی عرض میکنم به شکل تئوریک. نارضایتی عمیق اجتماعی، اینکه بله در هر جامعه نارضایتی وجود داره، در جامعه انگلستان، در امریکا، در فرانسه، در سوئد هم نارضایتی ممکنه وجود داشته باشه. صحبت ما نارضایتی ریشه‌دار و عمیقیه که انگیزه های تغییر اساسی رو تو ساختارهای اون اجتماع طلب میکنه. یه چنین نارضایتی باید دیده بشه، اجماع جهانی باید دیده بشه، و در عین حال عدم مقاومت حکومت، هر ستاش اگر همزمان با هم دیده بشه به نظر میاد که تغییر میسر میشه. ما نمونای زیادی داشتیم که حالا این موضوع بحث ما نیست و این برنامه شما رو شاید به طول بکشونه وقتش رو، که یکی از اینها رو داشتن، دو تا دیگرش رو نداشتن، یا هر دو تا شاخص دیگر رو داشتن، یک شاخص دیگر رو نداشتن، و عموما به تغییری منتهی نشد. به نظر میاد هر سه تا اینها باید همزمان با هم اتفاق بیفته تا ما بتونیم تغییر رو داشته باشیم. نارضایتی مردم شاخصیه که ما خیلی براش مدرک داریم، و همونطور که تو دور قبل صحبت بنده عرض کردم، اخبار زیادی داره، اصلا نیاز به تحلیل من و دیگران نداره. اخبار خودش آماری از نارضایتی‌های خیلی عمیق مردم، اونچه که اتفاق افتاده در این 30 سال. در قسمت اجماع جهانیش هم اونجا میشه بحث‌های متفاوتی رو کرد. اما اگر اون اشاره‌ای که شما کردید به دوران انقلاب، اگر بحث قیاس این حکومت و اون چه که در سال 57 افتاد، اون وقت یه بحثیه که اگر شرایط دیگه بود من در خدمت شما باشم، در ارتباط با عدم اراده‌ای که حکومت زمانش رو بنا به هر دلیلی عدم اراده برای پایداری نشون داد، و فعلا چنین چیزی در این حکومت حداقل به ظاهر دیده نمیشه. یک کشور صنعتی پیشرفته امروز شما به من نمیتونی نشون بدی که توسط احزاب نچرخه، و مثلا فردی در اونجا ظهور کرده که این فرد بسیار تیزهوشه، بسیار
کشورش رو دوست داره، بسیار عرق ملی داره و الاخر و اون داره میچرخونه. من تو 15 یا 20 کشور برتر دنیا چنین کشوری رو ندیدم. تمام این کشورها از تاریخی به بعد، از زمانی که توسط تشکل‌ها و سازمان‌ها و احزاب از جناح‌های مختلف، از نیروهای مختلف شروع کردن با هم کار کردن، با هم تلاش کردن و به شکل سازمان یافته کشورشون رو به شکل حزبی یاد گرفتن چطوری بچرخونن، اینا پیشرفت کردن. شما یک کشور صنعتی که احزاب نمیچرخونن به این گواه، چون میگم نمیشه نشون داد، من برمیگردونم پاسخ سوال شما رو به اون قسمت ضعف تاریخ ما که ما هیچگاه فرصت پیدا نکردیم تشکل و احزاب خوب داشته باشیم. ما رو متهم میکنن که مردمی هستیم، نمیدونم فردگرا هستیم، کار جمعی بلد نیستیم، همه این اتهاما رو به ما میزنن، ولی اون موقعی که ما میایم کوچکترین حزب رو درست بکنیم از ما سر میبرن، ما رو میگیرن، ما تو زندان. مردم ایران میترسن هنوز بیان توی یک مصاحبه یه جایی، حتی اونیشون که حکومتیه، حتی اونی که مسئولیت سیاسی هم برای خودش داره، چه در رژیم گذشته چه در این حکومت، اولین صحبتش اینه که بنده حزبی نیستم، ما بنده گروهی نیستم، ما بنده مستقلم. این ترس و این وحشت و عدم وجود تشکل در کشور ما، من فکر میکنم یکی از بازدارنده های این نوع پیشرفت ها بوده. ببینید، حتی آقای محمد رضا پهلوی، شاه پیشین کشور، اگر در چارچوب یک حزب میتوانست آرمان های خودش رو، بلند پروازی های خودش رو در هر حدی که به نفع ملت ایران بود قالب ریزی بکنه، شاید وضع ما این نبود که امروز هست. بعدن هم اگر ما میتونستیم فرصت پیدا میکردیم که احزاب داشته باشیم، این وضع ما نبود. بخشی از این رو خود ما از بین بردیم، یعنی این عدم حزب و تشکیلات و نبودنش رو بخشش خود ما همیشه اینطور که به نظر میاد تو تاریخ ما مقصر بودیم، و بخش عمده این دخالت هایی بوده که از خارج جامعه ما توش اتفاق افتاده که اونم غیر قابل انکاره. با کمال تاسف شما آقای شریعت نظری گرامی، اگه بخواید بگید که خیلی مختصر با تمام همه احوالی که صحبت شد، اکنون وضعیت فعلی آنچه که در ایران هست اصلاح پذیر هست در مسیر رسیدن به هدفی که شما بهش اشاره کردید؟ تا حکومت قانون و محتوای عادلانه برای قانون در ایران وجود نداشته باشه، هیچ اصلاحات معنی نداره و قانون جامعه را نمیتونه به خودی و غیر خودی تقسیم کنه. مساوی بودن افراد در مقابل قانون شرط وجود یک قانون مدرن. بنابراین تا اینها قبول نکنند که ولی فقیه و رئیس جمهور و همه باید در مقابل قوانین خاضع باشند و قوانین رو باید نمایندگان مردم وضع کنند، نه منتسبین ولی فقیه، هیچ اصلاحی معنا ندارد. و به طور مختصر از شما میشتمیم آقای قاسمی عزیز، منم فکر میکنم قانونگرایی ضمانت حفظ همه ماست، همه ما در هر طبقه که هستیم، در هر منافعی که هستیم، زمانی که یاد نگیریم قانون رو رعایت بکنیم، مهم هم نیست در این قانونی که نوشته میشه و قرار اجرا بشه دست بالا رو کی داره، مهم اجرای همون چیزی که با هم روی کاغذ آوردیم. وقتی که نقضش کردیم اساساً وجودی برای هیچ کدوم از خودمون و هیچ کس دیگه قائل نشدیم و نتیجه نخواهیم گرفت. چگونه میشه به حکومت قانون رسید که پس از آن اصلاحات یا هر چی که هست انجام داد یا نداد؟ یا من امیدوارم هر گونه‌ای که میشود رسید، ولی اون گونه راهی نباشه که ما در سوریه و لیبی دیدیم که هیچ کس این رو دوست نداره. امیدوارم هر راهی غیر از اون باشه یا روشی باشه که به اونجا منتهی نشه. این آرزو رو صمیمانه برای ملت خودم دارم. سپاسگزار هستیم آقای قاسمی عزیز. با سپاس از شما آقای شریعت مداری گرامی در آلمان هامبورگ. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر برای ایران و همه ایرانیان و همه منطقه و روزی روزگاری که همه انسان‌ها در این کره بسیار کوچک در این عظمت بی‌نهایت همه در صلح و آرامش و برخوردار از آینده‌ای روشن زندگی کنند. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سندوز، سبلان، آسماری، زگرس،
کوساران دراک دلهو تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.